سال قبل از میلاد کراسوس سردار بزرگ رومی با حدود 42,000 سپاهی به ایران حمله کرد. در این زمان حکومت اشکانیان در ایران تأسیس شده بود و شاه اشکانی به سورنا سردار دلاور ایرانی فرمان داد تا با 10,000 سپاهی به جنگ کراسوس برود. کراسوس سردار بزرگ رومی بسیار با تجربه تر از سورنا سردار دلاور و رشید ایرانی بود، اما در مهارت‌های رزمی تقریبا یکسان بودند. سورنا قصد تسلیم شدن نداشت. او با 10,000 سپاهی راه را بر کراسوس و سپاهیانش بست. جنگ تا شب ادامه داشت تا اینکه یکی از سرداران اشکانی خیانت کرد و آن جنگ به نفع سپاه رومی تمام شد. اما در جنگ دوم کراسوس مغلوب سورنا شد. در این جنگ سورنا پای کراسوس سردار بزرگ رومی را مجروح نمود. در اصل پیروز این جنگ ایرانیان به فرماندهی سورنا سردار دلاور اشکانی بود. سورنا فردی شجاع و تلحشور بود. او در رزم مهارت بالایی داشت. او در زمان و عصر خودش از بهترین ها بوده و هم‌اکنون نیز او یکی از سرداران بزرگ و رشید ایرانی است. سورنا هیچ وقت به ایران خیانت نمی کرد و همچنان نیز نمی کند. سورنا سردار رشید ایرانی، کراسوس سردار بزرگ رومی را شکست داد. در آخرین نبرد این دو، کراسوس رو به سورنا کرد و گفت: ای سورنا، تو جوان هستی و کم سن، برگرد و به پادشاه خود بگو که کراسوس مرا شکست داد. اما سورنا گفت: ای کراسوس، من برای خاک و سرزمینم ایران می جنگم، نه برای پادشاهم. و سپس هر دو به سمت یکدیگر حمله ور شدند. سورنا سردار دلاور ایرانی به گونه ای شمشیر می زد که کراسوس سردار دلاور رومی احساس شکست می کرد. درود بر غیرت ایرانی. ایران هیچگاه تسلیم دشمن نخواهد شد.
کرونا سردار دلاور ایرانی هیچگاه تسلیم کراسوس نخواهد شد. در این جنگ کراسوس سردار بزرگ رومی به دست سورنا کشته شد، اما چرا شاه اشکانی با اینکه میدانست رومی ها نیز قوی هستند اما سورنا را با 10,000 سپاهی به جنگ کراسوس فرستاد، در حالی که اشکانیان یکی از قدرتمندترین حکومت ایرانی بودند و همچنان هم هستند. به هر حال در این جنگ رومی ها مغلوب غیرت ایرانی شدند. پس از پایان جنگ یکی از سرداران خیانتکار و ابله ایرانی سورنا سردار دلاور و رشید ایرانی را مسموم کرد تا او یکی از فراموش نشدنی ترین سردار ایرانی قرار بگیرد. یاد و نام و خاطره تمام سرداران وطن را گرامی می‌داریم. به امید بصیرت و آگاهی برای همه انسان‌ها، به برکت ظهور و حضور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. پاینده و عزیز باشید.